نشست علمی روزانه آیت الله العظما صادق حسینی شیرازی روز شنبه 29 رجب سال 1445 برگزار شد در این نشست همچون جلسات پیشین ایشان به سالهای حاضران در جلسه پیرامون مسائل مختلف فقهی پاسخ دادند آیت الله شیرازی در رابطه با حکم روزه شخصی که از باب تقیه قبل از مغرب روزه خود را افتار نماید فرمودند این مسئله محل اختلاف میان فقه هاست اما جماعتی از فقه ها با استفاده از روایات تقیه گفتند که اگر کسی از باب تقیه روزه خود را قبل از مغرب افتار کند در چنین شرایطی روزه او قبول است و روزه او قضا ندارد معظم الله در رابطه با حکم روزه ای کسی که از باب تقیه کلا روزه نمیگیرد فرمودند در این زمینه روایتی از امام صادق علیه السلام نقل شده که در زمان حکمرانی منصور روزی که عید فد نبود از سوی او عید اعلام شد و امام صادق علیه السلام از باب تقیه روزه خود را افتار کردند و وقتی از آن حضرت سوال شد در پاسخ فرمودند که آن روز عید نبوده و افتار کردن روزه ایشان از باب تقیه بوده است ایشان در ادامه فرمودند در روایت آمده که امام صادق علیه السلام فرمودند به خدا سوگند اگر یک روز از ماه رمضان یعنی همان روزی را که خلیفه وقت عید اعلام کرده در حالی که عید نمی باشد افتار کنم و سپس آن روز را, روز را قضا کنم بهتر از آن است که گردن من را بزنند آیت الله لزما شیرازی با اشاره به روایات وارده در این زمینه و دیدگاه فقها فرمودند لذا در جایی که انسان از باب تقیه کلا روز نگیرد یا کلا نماز نخواند باید قضای آن را به آورد چرا که روزه نگرفته و نماز نخوانده است اما اگر در جایی از باب تقیه زودتر از مغرب افتار کرد چون روزه گرفته است و فقط قبل از وقت مجاز شرعی افتار کرده است و یا اگر از باب تقیه نماز باطل خواند شامل عمومات تقیه می شود و نیاز به قضا ندارد با هم فرمایشات آیت الله لزما شیرازی را ببینیم و بشنویم اون روایت هم اگه نبود لذا فقه و همون روایت استناد کردن برای کسی که روزه نمیگیره کسی که نماز میخونه باطل تقییتا اعاده نمیخواد اما کسی که نماز نمیخونه تقییتا اینجا ما همین و لازم به ذکر است که سلسله نشست‌های علمی آیت الله لزما سید صادق حسین شیرازی به صورت روزانه در بیت معظم الله در شهر مقدس قوم خیابان چهار مردان کوچه شش رأس ساعت ده و چهل و پنج دقیقه به وقت محلی برگزار می شود و شما می توانید به صورت مستقیم از شبکه امام حسین علیه السلام ماهواره یاه فرکانس یک سال و بیننده نشست علمی باشید